به نام خدا امیدوارم که حالتون خوب باشه بنده محمد سیاه هم و فصل چهارم آموزش انسیس مکسل در خدمتونم خب مدت زمانی گذشته و نرم افزار خیلی تغییر کرده یک اتفاق خیلی خوب برای کلا انسیس مکسل افتاد اینکه اگر خاطرتون باشه نرم افزار مکسل یه مدت خیلی دیر به دیر آپدیت میشد بعدش کلا سیاست کاری شرکت انسیس تغییر کرد و بعد از اونم که کلا انسیس مکسول اومد زیر مجموعه انسیس الکترونیکس قرار گرفت و خیلی ویژگی های جدیدی به این نرم افزار اضافه شد و الان ما دیگه با انسیس الکترونیکس در واقع رو رو هستیم که نرم افزار مکسول زیر مجموعه و قسمتی از این پکیج نرم افزاری هست توی سه فصل گذاشتم در مورد مسائل زیادی صحبت کردیم شبیه سازی های سه بودی دو بودی و کار رو به جای خوبی برسونیم و واقعا هم خیلی از دوستان ایمیل دادن پیام دادن تشکر کرده بودن من از همینجا خیلی خیلی ازشون ممنونم و مطمئنا اگرم به جایی رسیدن یا حالا توی بحث دانشگاه یا جایی تونستن پروژه انجام دن قطعا تلاش خودشون بوده و ما اینجا فقط صرفا راه و بهشون نشون دادیم ب... ولی به هر حال خیلی خوشحالم از این بابت قبل از اینکه بریم سراغ ضبط اجازه بدید چون خیلی سوال پرسی بودن در اون اینکه که انسیس مکسفل چی شده اصلا کلا شرکت انسیس چرا اینطوری شده یه سری تغ... تغییرات خیلی بزرگی شرکت انسیس به خودش دیده من حس میکنم که داخل خود سازمانشون هم اه... اتفاقاتی افتاده که به این شکل انقدر تغییر کرده به خاطر همین هم گفتم که قبل از اینکه دوره رو شروع کنیم این دوره هم نمیخوام خیلی طولانی باشه این فصل که وقت شما اونطوری گرفته بشه و من منتظر بمونید تا فصل به اطمان برسه سعی میکنیم همون روندی که برای آموزش PLC پیش بردیم و خیلی هم دوستان دوست داشتن که اینکه این پارت ضبط فصل کمتر باشه ولی خب بیشتر ضبط کنیم و بیشتر در خدمتون باشه به خاطر همین می سعی میکنم این فصل مثل فصل های قبل خیلی طولانی نباشه سعی کنیم که در مدت زمان محدود تری رو جمع کنیم و براتون هم یه پروژه خیلی کار بردیم در نظر گرفتم حالا بعد از اینکه سایت رو بررسی کردیم حتما برمیگردم و در موردش صحبت میکنیم ابتدا اجازه بدید یه سری به سایت انسیس بزنیم سایت انسیس رو کافیه توی گوگل سرچ کنید انسیس البته سایتشون فیلتر هست این فیلتر که نه اونا ما رو چیز کردن بستن که نیاز به وی پی این داره من وی پی این بزنم اینم تبلیغ حساب نکنید از یه شرکتی حالا گرفتیم خب فکر کنم وحث شد یه بار دیگه رفرش کنیم سایتشون باز میشه خب همونطور که مشاهده میکنید خود لوگو تغییر کرد میگم تغییرات خیلی زیاد بود که حتی اومدن لوگان و لوگوشون هم زیباتر شد سایتشون خیلی تغییر کرده به صورت کلی و حالا من که تقریبا پیوسته بررسی میکنم خیلی اتفاقات مثبتی افتاد حتما توصیه میکنم شما هم که توی این دوره شرکت میکنید توی این خبرنامهشون عضو بشید چون بعضی مواقع یه سری ها برگزار میکنن که رایگان هم هست و افراد خیلی معروفی هم میان داخلشون که با این نرم افزارا کار کردن عمدتا کسایی که بگراند تو کاری تو شرکت های خیلی مطرح دارن و میان اونجا یه سری تحلیلای خیلی قشنگی میکنن که واقعا لذت مره به خاطر همین بعد چون میدونی شرکت انسیس توی حوزه های متفاوتی کار میکنه تقریبا مثل مطلب موقعی هم که وبینار داره بخش بندی شما میتونی تو قسمت فقط مهندسی برقشون توی وبینار شرکت کنید و بهتون یه سری روم ها رو معرفی میکنه مثلا میگه توی این روم دارن در مورد فلان صحبت میکنن این در مورد ماشین این در مورد ترانسفورمره و همینطوری شما میتونید انتخاب کنید و شرکت کنید رایگان هم هست عمدت هم اما بریم سراغ محصولات خب من همین روی محصولاتش کلید میکنم یکی از کارهای خیلی خوبی کرده اومده این محصولاتش رو از A تا Z بر حسب حروف انگلیسی دسته بندی کرده که میبینید یه صفحه خیلی طولانی شده و قطعا همین نرم افزار مرتبط با رشته برق نیست مثلا همین بلیت مادلر نگاه کنید کلا توضیحی که براش داده اصلا به حالا یه خورده همونده مشین روتیتینگ هست ولی اصلا به برق مرتبط نمیشه یا انسی سی اف, سی اف ایکس هم همینطور که بیشتر بریم انسیس کلاود هم همینطور اینا عمدتا برای ما نیست مثلا این CfX فکر کنم اگه اشتباه نکنم برای بچه های مکانیک استفاده میشه اما اینجا این دوتا نماینده برق هستن یکی انسیس الکترونیکس انترپرایز پریمیر سافر پکیج کنتینگ آل انسیس الکترونیکس سالور فور تکلینگ آل پروگرم الکترونیکس دیزاین که در واقع همطور که خودش اشاره کرده یک پریمیر پکیج هست سافر پکیج هست یک پکیج نرم افزاری عالی پریمیر رو بهترین معنی کنیم یعنی سطح بالا که تمام روش های حل برای مقابله با مسائل و چالش ها در طراحی های الکترونیکس هست که حالا من بیشتر در مورد این صحبت کنم چون ما با این میخوایم کار کنیم یه دونه هم انسیس الکترونیکس پرو 2D داره که این خودش داخل این هست پس نگران نباشید a 2D low frequency electromagnetic analysis solution for 2D parameter extraction out of system analysis and circuit simulation with advanced RF functionality که همونطور که مشاهده میکنی یک تحلیل تمرکزش بیشتر روی 2D این فقط روی 2D که تحلیل الکترومغناطیس داره برای حالا اون استخراج پارامترهای 2D یه دو هم برای سیستم های RF هست که به ما ربط نداره برای قدرت منظرام دیگه ولی خب برقی هست بعد اگر بیایم پایینه پایین تر بازم میبینید که فلوئنتو داره که این برای ما نیست برای بچه های حالا اینه که خیلی معروفن دیگه اما اگر تشریف بیاید مثلا این انسیس HFSS یا که برای فرکانس های بالا کار میشه حواستون باشه ما بچه های قدرت تو فرکانس های پایین عمدتا تحلیل میکنیم توی دی الکترومگنتیک یا ام هر جا ام دیدید منظورش الکترومگنتیک هستیه فیل سالور تو دیزاین های فرکانسی and های سپید الکترونیک الکترونیک کمپوننتس که همونطور که اشاره کرده خودش گفته برای تحلیل سه بودی الکترومغناطیسی میدان های الکترومگنتیسی که نو طراحی های فرکانسی هم داریم ایجاد ارائه راه هایی برای طراحی های فرکانس بالا بعد آیس پک هم هست آیس پک هم اومده داخل اتفاق خیلی خوبی که هست آیس پک هم داخل انسیس الکترونیکس قرار گرفته آیس پک بیشتر برای تحلیل دمایی و اینجور چیزها هست البته خود مکسول هم تحلیل دمایی میشه کرد اینجا هم که نرم افزار دوست داشتنی انسیس مکسفل رو مشاهده میکنید که توضیحاتش هم بخونم براتون ان ایم ان ایم فیلد سالور فور استاتیک فرکانسی دومین اند تایم ورینگ الکتریک فیلد این الکترومکانیکال دیوایسز که حل کننده یک سالور میدان های است برای حالت استاتیک که از این حوزهای فرکونس... فرکانسی و زمانی متغیر حالا میاد استفاده میکنه و کلا روی دستگاهی که به صورت الکترومکانیکی کار میکنن به ما تحلیل میده و اینکه میگم نرم انسیس مشینگ هم هست ولی خب بیشتر برای مش یا اون حالا مشینگ رو صحبت میکنیم یه خورده بیشترم مورد بعدی که من بهتون توصیه میکنم پس انسیس مکسلو که ما داریم اوکی کردیم واقعا خیلی خوب داریم جلو میریم اگر عمری بود حتما موتورکت رو بهتون میگم نیا کنید موتورکت اومده چیکار کرده حالا تفاوتش با موتورکت توضیحاتش رو بخونیم به Template Based Design Tool for Fast Multiphysics Analysis uh, Electric Motor Across the Full Torque Speed Operation Range که okay, همونطور که مشاهده میکنید حتی بخشید Analyzes uh, که یک در واقع اومده تمپلیت بیس یک قالب های از قبل طراحی شده برای این نکتهش همین کلمه فسته که برای تحلیل های سریع موتورهای الکتریکی است که توی زمینه گشتاور و سرعت میخوایم در پس چی شد انسیس موتور کرد در واقع اومده چیکار کرده کارو ساده کرده اومده فقط برای موتورهای الکتریکی اونم فقط توی همین حوزه‌ای که خودش توضیح داده یه سری تمپلیت گذاشته به شما میتونید اونجا موتورتون بزنید قطعا کار با انسیس مکسل در اولویت قرار داره نسبت به دا انسیس موتوکت. چرا چون با انسیس مکسل ما هر چیزی که میتونید تصور کنید و میتونیم شبیه سازی کنید ولی متوکت برای اون کارهای خیلی سریع میخوایم راجع به این مسئله دمونده ای موتور خاص یک تحقیق بریم میایم از انسیس متوکت حالا میگه اگه عمری بود حتما براتون دمونده متوکت خواهم گفت اما بریم و این انسیس الکترونیک رو باز کنیم ببینیم داخلش چه چیزایی هست البته قبلش بذارید من بک بزنم و انسیس مکسل رو باز کنم که یه نگاهی کنیم توی انسیس مکس خب میگه کنید مگنتی ترانزیت ویت ریجید موشن داره که در واقع حالت های ترانزیت گذرهای مغناطیسی ریجید موشن هم یعنی بخوام تحت و لفظی بگم موشن که معنی متحرک از وجود هم معنی سفت و, سفت و محکم حالا یه جورایی تأکید میکنه روی حرکات هایی خیلی مشخص بعد ایسی الکترومگنتیک داریم که کاملا مشخص مگنستاتیک, مگنستاتیک دادیم الکتروستاتیک داریم سی داریم باز الکتریک ترانزیانت داریم هر که تص... ما نیاز داشتیم واقعا داخلش هست که اینجا هم که چیز اومده بود تو کام هم یه همایش چیزی بود حالا من دقیق نخوندم نخ و این هم که میبینید که حالا اون قابلیت های مکسفله حالا اگر من برگردم و انسیس الکترونیکس و اون بالاش هم که روی لو فرکانسی نگاه کنید کرده که حواستون باشه این برای فرکانس پایین استفاده میشه اما اگر بریم تو انسیس الکترونیکس و اینجا بخشیدم من یه خورده کنم، سعی میکنم سریع صحبت کنم که زمانه با ارزش شما گرفته نشه و به توی بهتر و بیشتر اینجا هم نگاه کنید توی پکیج انسیس الکترونیکس خیلی موارد هست یکی دسکاپ تو دیک پرو هم همون که نشونتون دادم البته 3 هم هست که این ور باید دمشته باشه اینجاست اینجا هم تریدیش مکس تودی یا اون آر 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 اکس پی که ما باش کار میکنیم مکس تریدیش هم هست این بره تودی اکسترکتر ها و حالا اینایی که ما باشون کار میکنیم آیس هم که خدمتون ارز کرد حالا جالبه اومده HFSS هم گذاشته داخلش یعنی الان ما با انسیس الکترونیکس حالا ما کار اون نیست ولی خب اگر برخیر دوستان خواستن تحلیل کنن حواسشون باشه که الان دیگه با الکترونیکس میتونن فرکانس های سطح بالا رو تجزاتی که فرکانس بالا کار کنم تحلیل خب این به صورت کلی سایت انسیس بود که حتما توصیه میکنم یه سری بهش بزنید اما بریم راجع تو سایت خودمون نم قطع کنیم پاورین رو باز کنم خب توی پاورین ما اومدیم توی بخش نرم افزار ها و آخرین نسخه انسیس الکترونیک سویت رو براتون گذاشیم که 2020 بیس آر2 الان که دارم صحبت میکنم این آخرین نسخه شه. آموزشی هم که قراره تو این فصل کار کنیم با همین آخرین نسخه کار خواهیم کرد و تماسستون باشه حتما برید اینو نصب کنید خود نرم افزار انسیس مکس هم توی وبسایت بیونه برای بچه هایی که حالا فصل های قبلی رو کار کردن چون دقیقا خود, خود شرکت انسیس هم سعی کرده که این چهرهای نرم افزار ها یکسان باشه که افراد زیاد تعجب نکنن حالا وقت ندارن خیلی برای اینکه تغییرات رو ببینن و کار خوبی کرد دیگه این کارش خیلی اما یه مسئله که من توی کامنت ها خیلی میدیدم اینکه برخی از دوستان اومده بودن ویندوز تنشون رو آپدیت کرده بودن و متاسفانه مشکلی که بهش اومده بود اینکه که روی نرم افزار می ولی نرم افزار اجرا نمیشد من اینجا در قالب یک سوال متداول خودم اومدم واقعیتش ویندوزم آپدیت کردم شاید اتفاقی باشه که افتاده و اینکه بذارید تست کنم من ویندوز 10 واقعا نسخه آپدیت کردم و دیدم بله نرم افزار اجرا نمیشه یعنی روش کلید میکنید اجرا نمیشه برای حل این مشکل حالا با هم چند زیاد طولانی نیست اینو بیاید تو منوی استارت سرچ کنید باز میشه اینجا تشریف بیایید آخرین گزینه و اینجا باید یک متغیر جدید اضافه کنید روی نیو کلید کنید یک نیم دارین متغیر ما یک مقدار داره نیمشو شما لط کنید این بذارید مقدارش هم یک بذارید و اوکی بزنید همینجا میبینید که من تعریف کردم اینجاست و بعدش یه ریستارت کنید و نرم افزارتون بدون مشکل اجرا خواهد شد پس این از نرم افزار انسیس الکترونیکس خب بریم سراغ کار اون نرم افزار رو من اجرا کنم یه نگاهی به نرم افزار داشته باشیم و بعدش راجبه مقاله ای که میخوایم روش کار کنیم صحبت کنیم خب اینم از نرم افزار انسیس الکترونیکس که اومده یه کار خیلی خوب کرده اینجا اون فرکانس بالا رو اینجا قرار داده و این مکسفل ما اینجاست آیس پک هم که خدمتتون عرض کردم سیمپل اورر ما استفاده فعلا نمی‌کنیم یه بحثم که بچه ها میپرسن در مورد تعریف مدار بود مدارم سعی میکنم آخرای این فصل بهتون میگم که چطوری برای طرحتون مدار تعریف کنید کلا نرم افزار حالا درست یه خورده تغییر کرده ولی وقتی واردش میشیم میبینید که همونه این زیاد تغییراتی نداره که بگیم این کجاست از کجا آمده نه وقت چیزی که خوشبختانه خیلی هم قشنگتر شده این آیکوناش رو یه خورده بروزتر کرده یه خورده ترایشون بهتر شده و یه شکل بهتری به خودش گرفته نسبت به ورژن انسیس مکسل که یه خورده قدیمی به نظر می ماده. اما قرار تو این فصل ما چیکار کنیم خیلی از بچه ها این بود که آقا ما دانشجویم یا مثال میخوایم یه مقاله بدیم یا راجع به این موضوعی میخوایم این مقاله چاپ کنیم و نیاز داریم که بتونیم یک مقاله داشته باشیم و بر اساس اون مقاله یک موتور حالا یا جنراتور رو شمی سازیم این سوالی بود که دوستان پرسن. اول که خدمتون ارز کنم که من یک مسئله ای که توی فصل یک و دو نگفته بودم و فرض و این گذاشته بودم که خیلی از دوستان اطلاع دارن این بود که فرایند طراحی یک ماشین حالا چه موتور چه جنراتور حالا چه ترانسفورمر یا هر چیزی که شما میتونید تصور کنید چیه این فرایند خیلی مهمه بعدا متوجه شدم که خیلی از دوستان واقعا میگم خیلی یعنی میتونم میگم بالای 90 درصد اصلا این فرایند رو نمیدونم به چه شکلی است و به خاطر همین یک راست میرن سراغ نرمز بریم یه نگاهی به, ت... به فرایند طراحی ماشین داشته باشیم من اومدم به خاطر اینکه این مسئله خیلی مهم بود توی وبسایت یک مقاله خیلی مفصل به نام آموزش طراحی ماشین الکتریک نوشتم که این نگاهی با هم کنیم که ببینیم اگه بخوایم ما یک موتور طراحی کنیم به چه صورت باید عمل کنیم واقعا خب نیا کنید من اینجا حالا یه سری سرفست گذاشتم که حتما توصیه میکنم این پست رو بعدا خودتون مفصل بخونید و حالا من اینجا به صورت گذرا بشم ولی حتما شما برید این متنایی که من اینجا نوشتم بخونید چون قطعا همه اینا رو من, من خیلی وقت پیش نوشتم این پست رو و چهار دو و خب همه این متنایی که نوشتم قطعا خاطرم نیست و ممکن نکته مهمی این وسطه باشه که الان که داریم مرور میکنیم من بنده بهتونم اینجا اومدم براتون یک تصویر گذاشتین یا اینفوگرافی که آقا این فرایند ها به چه صورته نکنید کنید مرحله یک مشخص کردن اهداف اینکه واقعا هدف شما از ترایی چیه چرا؟ این فرایند هایی که اینجا نوشتم همه مهمند فکر نکنید الان یک و دو و سه و به برید سراغ چار اصلا اینطوری نیست چون این مسیر رو اگه طی نکنید بعدا به مشکلاتی میخورید که راه حلش نه که برگردید سر نقطه اول و از اونجا دوباره شروع کنید و به خاطر همین فقط زمانتون از دست مشخص کردن هدف خیلی مهمه اینکه آقا این موتوری حالا من دیگه میگم موتور یا ماشین این موتوری که شما میخواید شبیه سازی کنید برای چه کاری قرار شبیه سازی کنید چه هدفی پشتش است موتوری که برای خودرو الکتریکی طراحی میشه با موتوری که برای پمپ آب موتوری که برای تهویه طراحی ت... میشه زمین تا آسمون فرق داره از اون مهمتر بعضی جاها شرایط استفاده از موتور حالا اینطوری که گفتیم ولی بعضی جا کاربر میاد به شما میگه من فلان موتور رو میخوام اونها هم میشن جز اهداف کلی شما پس هدف کلی شما خیلی مهمه مرحله دوم استخراج معادلات بنیادی عمده ای افراد اینجا خیلی ضعف دارن خیلی که خیلی زیاد ضعف دارن شما اینجا باید بتونید معادلات بنیادی ماشین رو استخراج کنید و از طریق اون معادلات برید جلو برید جلو و به سایزینگ برسید سایزینگ یعنی چی؟ یعنی که ما بگیم حالا آقا این معادلات بنیادیه مثال دارم میگم شار فاصله هوایی انقدر لاندا انقدر اون ولتاژ القایی انقدر توان انقدر بعد که اینا رو در وردید حالا میگید آقا جناب کاربر شما موتوری که میخواید براتون من طراحی کنم توانش چقدر باید باشه باشه سرعتی باید بچرخه این عددا رو ازش میگیرید اینا رو میایید توی اون معادلات جایگزین میکنید و حالا شما چون معادلات رو دارید جایگزین میکنید همینطوری پشت سر هم عددا به دست میاد جریانتون به دست میاد گشاورتون به دست میاد ابعاد موتورتون که از همه مهمتر برای ما به دست میاد و خیلی فاکتورهای دیگه مرحله سه خب ما اینجا پس معادلات بنیادی رو در آوردیم مرحله سه میایم انجام محاسباتو رو انجام اینجا طراحی اولیه اتفاق میفته نیا کنید من نوشتم قطر داخلی قطر خارجی طول ماشین فاصله هوایی گشتار پس شما اگه دید یه مقاله خونید که داخلش یه سری داده هست در مورد یک ماشین یک موتور بدونید که این دوتا رو انجام داده و الان اینجا اومده به شما که برای اینکه اون ساختار موتور رو بهتر متوجه بشین اومده اینجا و داره بهتون میگه آقا این موتور چه چیزایی داره مرحله بعد وقتی اینا همه مشخص شدن میشه انتخاب روش و سپس بین سازی یعنی چی؟ این نرم افزارهایی که ما باشون کار میکنیم مثل انسیز اینا برای شبیه سازی و تحلیل ساخته شدن حالا درست سلام به مرور زمان هرچی میریم جلوتر این نرم افزارها به ما امکان بهبود سازی هم میدن ولی حواستون باشه این نرم افزار چند ساله به وجود اومدن چند سال منظورن که 5 6 سال خیلی قطعا نرم افزاری مهندسی هستن 20 30 سال ولی اگر مقایسه شون کنید با علم تئوری که روی کاغذ ما حالا تحلیل ها رو انجام میدادیم اینا خیلی عمرشون کم پس این نرم افزاره درست شدن برای اینکه به ما چی کار کنن تحلیل داشته باشن و شبیه سازی نه اینکه حالا به صورت خاص بین سازی میگم الان داریم به سمت میریم که این نرم ها این قابلیت هم دارن که بین سازی هم انجام ده. مثلا خود انسیس میتونه برای ما بین سازی کنه ولی بین سازی اصلی با این نرم ها نیست بین سازی اصلی عمدتا با روش های ریاضیه مثل الگوریتم ژنتیک و این چیزا حالا اون روش انبوه ذرات و خیلی زیادن پس شما این داده رو در میارید میارید میذارید داخل اون الگوریتما مثال بهتون میگم الگوریتم ژنتیک رو آوردید حالا اگر عمری بود یه بار الگوریتم ژنتیک براتون توی مطلب نه برای انسیس تو دوره سیمولینگ تو دوره سیمولینگ بهتون چیکار میکنید تو الگوریتم ژنتیک الگوریتم ژنتیک میاد همه این داده که توی مرحله سه به دست آوردید وارد میکنید بعد میاید میگید که خب آقا من هدفم اینه که مثلا ماشینم حجمش کمتر بشه پس یکی از پارامترهایی که قرار تغییر کنه تو الگوریتم ژنتیک میگید حجم یا مثلا میگید آقا اگر من بتونم میزان سیم استفاده شده رو کم کنم تلفات هم کم کردم دیگه با توجه به فرمول تلفات که مس خیلی توش تاثیر داره جریان توش تاثیر و از طرفی به مس پس یکی از متغیرهای دیگه ما میشه چی میشه خود میزان حالا مسی که استفاده شد یا سیمپیچی پس اینجا ما میایم اونا رو وارد میکنیم بعد حالا الگوریتم جنتیک رو ران میکنید الگوریتم جنتیک هم تو مطلب خیلی ساده شده مثل زمان قدیم نیست که شما بیاید محاسباتش انجام بدید متغیره اینا رو تعریف میکنید تا باید معادلاتتون تو مرحله سه سفت و محکم باشه دیگه که بتون الگوریتم ژنتیک براتون حلش کن. و بعد خروجی رو بهتون میگه میگه آقا من حل کردم و اینا اینا فهمیدم که مثلا با این روش قطر تو به که این عدد بگیری این بگیر توی الگوریتم ژنتیک معمولا برای هر کدوم از این پارامترها یک بازه هم در نظر میگیم مثلا میگیم فاصله هوایی من تو طرای اولیه به دست سوردم. سه 3 میلیمتر توی الگوریتم ژنتیک بهش میگم آقا بازه‌ای که میخوای تحلیل کنی برای من کم و زیادش کنی بین یک دهم تا مثلا 5 دهم باشه دیگه بیشتر از این من نمیتونم در نظر بگیرم پس الگوریتیک هم میگه اوکی من حواسم هست موقعی که دارم تحلیل میکنم توی این باز بعد اوکی میکنم بعد که اینجا تحلیل شد و عددهای جدیدی نسبت به این عددا که در مرحله 3 به دست به دست اومد میایم اینجا و سرسنجی و شبیه‌سازی انجام میدم احتمالا حد زدید که در مرحله 5 ما میایم با استفاده از نرم افزارهای مهندسی مثل همین انسیس بزرگوار عددها رو وارد میکنیم همونطور که اینجا آقا نشسته باشه این کامپیوتر خوشحال و خندان رو وارد میکنیم با توجه به تعریفی که داریم و شروع میکنیم به اینکه ببینیم آقا این ماشینی که ما عددش رو به دست آوردیم درست بینش کردیم آیا واقعا میشه ساختش حالا من براتون تو مقاله توضیح میدم آیا در عمل میشه بهش رسید بعضی از دوستان میان مرحله سه و توی نرم افزار توی مرحله پنج پیاده سازی میکنن میشه طرح اولیه بعد میان مرحله چهار رو انجام میدن اونم میارن انجام میدن بهش میگن طرح نهایی و این دوتا هم با هم مقایسه میکنن میگن آقا ببینید من با بین سازی به روش فلان تونستم انقدر این موتور رو بین کنم کاری که بنده توی پایین انجام داده بودم مثلا و خیلی از دوستان انجام میدم پس حالا اینطوری شد حالا یه نگاهی کلی هم به این متن داشته باشیم که اگر من نکته مهمی چیزی بود از قلم انداخته باشم پس هدف کل هدف کلی خیلی مهم بود اینجا هم مثال زدم گفتم و اگه خودروتون الکتریکیه بهتره که مثلا پس ما باتری داریم و فلان و اینا و حج برای مهمه از طرفی بهتر اکس... اکسیال فلاکس استفاده کنیم این یک موتور شارمه و اکسیاله که باعث میشه حجم اون کم باشه دیرکت درایو چه بهش میگن دایرکت درایو باشه اتصال مستقیم باشه و یا مثلا اینجا اگر چای آب داریم نیا کنید اینجا من نوشتم از یک موتور الکتریک سه خیلی مهمه موتور تون باید خیلی قرص و محکم باشه پس اون ابعادی که براش در نظر میگید خیلی اینجا مهمه و معمولا مثلا از موتور الغایی پس نگاه کنید اهداف کلی خیلی تعیین کننده است حالا اینجا من یه سری تایم هم مشخص کردم این تایما وحی نیست که بگید دقیقا انقدر ولی خلوش انقدر زمان میبره بر حسب تجربه سالهایی که بنده حقیر داشتم تو این کار اینجا مثلا نشان سه تا 5 روز معمولا تر مطالعات مقدماتی زمان بره استخراج معادلات بنیادی که گفتم این خورده سخت محله میشه اینو گفت به صورت میانگین بعد واقعا 20 تا عدد مقاله رو بخونید بهتون میگم حالا چرا توی این مقاله‌ای که داریم کار میکنیم قشنگ مشخص این قضیه بعد داوند مقاله خانی هم که این هم یکی از اون سوال های خیلی میپرسن توی مشاوره که داشتیم اینجا من نوشتم براتون این مطالبی که بنده نوشتم واقعا از من زمان گرفته ولی خب هدفم اینه که بتونه یه درصد به شما کمک کنه اینجا من به نگاه مقاله خانی اومدم به این گفتم چه کاری حالا که ما که داریم زمان رو میذاریم کلا روش مقاله نویسی هم براتون نوشتم اینکه ما میخوایم به این مقاله بنویسیم از کجا باید شروع کنیم حالا انواع مقاله رو توضیح که یه چند تا ویدیوهای کوتاه هم گذاشتم براتون برای, برای اینکه مقاله ها رو بررسی کنید و خیلی موارد دیگه حتما هم مطالعه کنید اطلاعاتی که کاملا رایگان در اختیارتونه و واقعا هم هدفی جز نبوده که ازشون شما استفاده کنید پس اینجا ما میریم سراغ مقاله توی معادلات بنیادی یه نکته هر چقدر موتور یا ماشینی که شما انتخاب میکنید یونیک تر باشه خاص باشه مقالات در موردش کمتره احتمالا الان متوجه میشید که دوستانی که توی کارشانسی ارشد یا دکترا دنبال اینن که پای رو زودتر جمع کنن من صدام گرفت چند لحظه عوض میخوام اگه بیایم پایین تر خب اینجا زمان مورد نیاز نیا این قسمت خیلی تایم میگیره دیگه بین دو تا سه ماه حالا من نوشتم ماکسش اگه ماشینی که کار میکنید ساده تر باشه که اکثر کسایی که میخوام پای نامشون رو سریع تمام بشه میگن سراغ ماشین های متداول دیگه الگایی و سنکون اگر اون سبکی برده تو خب قطعا تایم کمتر میگیره ولی اگر ماشین خاص فردارید یا ماشین جدید باشه که مقال باش کم باشه قطعا میشه از میبره حالا اینجا ما یه شبیه سازی اولیه داریم که گفتم بعضی وقتا افراد انجام میدن و بعضی انجام نمیدن اینایی که انجام میدن این شبیه سازی تره اولیه رو توی نرم افزار نگه میدن بعدا با اون طرح نهایی که بین سازی شده مقایسه کن روش بین سازی هم که اینجا لینک دادم بهتون تمام روش های بین سازی در برق و حواستون باشه اینایی که توی برق میتونن براتون کاربردی باشن اینجا من حالا نوشتم اینجا بعضیشون شما اصلا در مورد خود خورده صحبت کردیم گذشته شو و اینم یک ساختار براتون در نظر گرفتم که متوجه بشین که سازی این سعی الگوریتم جنتیکی ما ازش صحبت کنیم جز کدوم روش های روش فرابتکاریه که حالا مثلا با روش های ابتکاری اینا اصلا یعنی چی؟ اینا از کجا اومدن؟ بعد نیست اگه یعنی این رو بخونید که فوقلاده است چون مثلا این روش به این به روش سردسازی که خیلی جالبه اگه استفاده کنید من خودم از اون استفاده کردم از انبوزراد استفاده کردم و ژنتیک و بیشتر از ژنتیک استفاده کردم ولی خب میگم اونم میتونید حالا خود ژنتیک هم براتون توضیح دادم اینجا که آقا چطوری میتونید از ژنتیک برسید به اون موادی که مد نظرتون اینجا هم که رفرنس ها هست اگه دوستان خواستن بیشتر بخونن اما برنامه اینجا حالا مثلا الگوی جنتیک و اینجا هم حالا نوشتم هم بیشتر استفاده میشه به خاطر اینکه یه خورده راحت تر اونو جوابهاشون قابل اتکا تر هست که اینجا هم اون طول،, طول, بار جنتیکه که داخل نسخه جدید مطلب یه خورده فرق کرده حالا اون که من این فیلم رو زب میکردم این پست رو میذاشتم اون نسخه که از مطلب استفاده فکر بود الان که 2020 بی هست این تول باکس یه خورده متفاوت شده اینجا هم نوشتم که حالا این زمان بین سازی اگر شما صفر صفر باشین 10 تا 20 زمان میبره بعدش تازه ما اینجا میرسیم سراغ شبیه سازی توی نرم افزار یعنی اون طرحی که همه صحبت کردیم و اینا رو میاریم اینجا و وارد میکنیم حالا یه خورده بریم اینجا که با این جمله که بزرگی سر سر به گفتار نیست و دو گفته چون نیم کردار نیست اومدم براتون نشستم موتور ورنیه رو از صف تا صدش و مقالات معادلات بنیادیش رو براتون در و بعد از معادلات بنیادیش با یه سری فرضیه ها که نیاز داشتن مثل توان و اینجور داستان ها رسیدم به سایزینگ و بعد عرض کردم سایزینگ رو میبینید بینسازی میکنید بینسازی حالا میبینید توی نرم افزار مکسفل انجام خیلی ساده حالا مثلا از یک اه... نیا کنید این رابطه که مثلا این رابطه ممکن آقا این از کجا اومده اینو من از یک مقاله برداشتم که حالا اینجا توی اه... رفرنس بهش دادم خب ولی اگر استادتون یا اون کسی که قرار برش پروژه رو انجام بدید حالا معمولا جو دانشگاه اینطوریه یا حتی اون جایی که قرار مقاله رو براتون تایید اگه گفت این از کجا اومده باید برام ثابتش کنید کارتون سخت‌تر میشه و نیاز به زمان بیشتری داره پس به عنوان مثال نگاه کنید من اینجا از چیز استفاده کردم از این رابطه در مورد قطبا اومدم بعدش در مورد ام ام صحبت کردم حالا نگاه کنید این داخلش بی آر و اینا الان باید به دست بیاریم حالا یه سری اینا رابطه ها که گفتم چیا هستن توی شکل مشخص کردم بعد مدام در مورد پرمیانس و پرمیانس هم بهش میگن اینجا مدلش رو نوشتم پرمیانس رو داخل کتاب طراحی ماشین ساونی میتونید در بخونید اون بی که اونجا نشون دادم رابطهش رو با پرمیانس و ام ام اف مشاهده میکنید بعد همچوری ساده کردیم لاندا بعد از لاندا قاعدتا میریم سراغ ای و ولتاژ القایی یا کنید حالا لاندا رو دقیقا همین توی مرحله مرحله شما باید بیه جلو میسید به این یه نهایی که در واقع بیشتر تحلیل ها همین ولتاژ اقلاع شده است که خیلی مهمه و دیگه از اینجا به بعد میریم تقریبا به سمت اون پارامترهایی که ما نیاز داریم برای شبیه‌سازی. سازی نیا کنید بازم اینجا یه سری رابطه رو کامل اینجا براتون نوشتم اینا چی هستن اینا کافیه بخونید مثلا این این دهانه شیار هست برای استاتور که توی نرم افزار ما این آینه وارد میکنیم اگر از آرم اکس استفاده کنیم اگر هم خودمون ترهایی بزنیم که اونم خیلی ساده میتونی نجام اینا رابطه هاشون رو به دست میارید مثال من اگه بیام پایین تر و یه خورده بیایم پایین تر اینجاها بریم 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 پایین بریم پایین نگاه کنید بعضی ها نیاز دارن از روی نمودار بردارید که اون بالاتر بود که مثلا اینجا من دیگه رسیدم فکر کنم اینجا نگاه کنید این 230 میلیمتر متر در نظر گرفته میشه من موتور هم جایی قرار بوده استفاده بشه که قطع خارجش 230 میلیمتر متر در نظر این یکی از داده های مثلا و بعد اینا رو وارد میکنید و کم کم داده ها به دست میارید پارامترهای دی این روتور که قط داخلی روتور WPM هم که ارز کردم اون اندازه ارز ببخشید WP اندازه ارز آن رو باز بعد H اندازه ارتفاع H اندازه یوغ روتورمونه حالا این خودش گام قطب روتوره و ضریب موثر بود اینا همه میتونید به دست بیارید و در نهایت اگه زحمت بکشید همه اینا رو انجام میدید که کاری زمانبر هم هست و قطعا بارهای اولتون براتون خیلی سخته بعدا دیگه تکرار کنید به راحتی به یک همچین چیزی میرسید که میتونید ادعا کنید مثلا برای استاتور همه اینا شما دارن در نهایت برای اینکه ببریم توی الگوریتم ژنتیک یه همچین فهرستی نیاز دارید طول موثر قطر خارجی قطر داخلی طول فاصله هوایی قطر روتور قطر داخلی و خارجی تعداد شیارهای استاتور نکنید همه اینا بازه رو میتونید به دست بیارید این بازه روی کاغذ به دست اومده بعد ما اینو حالا میگم بین سازی میکنید بعد میبرید چبی سازی میکنید ببینید بازه که به دست میاد چیه یا همین عددایی که دارید چبی میکنید ببینم این بازه واقعا به دست میاد طبق نرم افزار المان محدود یا نه تمام داده ها رو باید در بیارید من اینجا همه رو در آوردم و همه هم توی مت براتون اثبات شده است و در نهایت میتونید برید ساقه نماز پس دیدین فرایند طراحی ماشین به این صورت نیست که در خونه اول بیایم ساقه نرم اما یه سری مواقع هست ما یه چیزی تو ذهنمونه حالا من یک جمله هم نوشتم نمیدونم از دانشمند عزیز آلبرت بوده یا نه آقا تخیل خیلی بهتر از دانشه خب خیلی از دوستان همینو برای من میفرستن ولی هدف من از قرار دادن این جمله اینجا تخیل مهمتر از دانش از دانش محدود بودم و تخیل تمام جهان بر خیلی از دوستان اینو برای من میفرستن و میگن آقا شما که اینو گفتید قبلش هم اینو گفتم که اگر یه موقع یه طرح خیلی خاص دارین مثلا یه تجهیزی که اصلا وجود خارجی ندارد اینو مستقیم میتونید بیاید تو نرم افزار شبیه سازی کنید مثلا این تزای فری انرژی و اینجور چیزا که الان خیلی داغ بعد خیلی از دوستان اینو برای من میفرستند همین جمله‌ای که ما خودمون استناد کردیم بهش آقا به خاطر این من میام مستقیم اینطوری نیست واقعا اینطوری شما به مقاله نمیرسید مقاله نوشتن زمان بره مقاله نوشتن زحمت میخواد و مطمئن باشید داورایی هم که اونور نشستن و کار میکنن گیر میدن به این مسائل اما اینکه همه ای مقالاتم هم درستن نه این طوری نیست حالا این بگراند رو که الان متوجه شدیم امروز ما میخوایم بریم سراغ مقاله یه مقاله در ماشین ورنیر من از دست از قصدم ماشین رو چون واقعا جز ماشین پیچیده حساب و اگه شما بتونید اون شبیه سازی کنید عملا دیگه هر چیزی رو میتونید شبیه کنید حالا مثلا یه موتور القایی بیارم که چیز خاصی نداره و بعدا بچه ها بگن که آقا یه موتور القای ساده رو شبیه ما الان میخوایم فلان چیز رو انجام بدیم نیست چیکار کنیم پس دست رو گذاشتیم روی یک پروژه سخت اگر بعد زیاش رو متوجه نشدید در مقاله باید برید مقالات بیشتری بخونید من حتما یه قسمتی از مقاله رو براتون میخونم ولی در این حد که آشنا بشید کلا ورنیر چیه و بعد از اون شما باید خودتون برید بیشتر بخونید واقعیتش چون نمیشه که ما همه تایم ویدیو رو بذاریم و مقاله خوندن همین کارم هم به نظر من اشتباهه به خاطر اینکه خیلی از بزرگواران هستن که اصلا مقاله رو بدی به بهشون تو یه چش میتونن چند صفحه چه بخونن و تموم بشه ولی با این چون ما هدف اون آموزشه اوکی از این قضیه میگذریم و یه خورده از مقاله رو میخونیم و مثلا مقاله رو که باز کنید حالا مثلا این مقاله فامیلی شما باز کنم چشتون میخوره به این رابطه هایی که من صحبت کردم لاندا و حالا این پایین تر از اینجا شروع میشه اومده ای رو نوشته گفته دیه لاندا به دی تی و فلان و فلان و اینا و اگه بیاییم پایین تر یک معمولا تیبلی دارن این بزرگواران که مقاله می نویسن. حالا توی این نیست توی این یکی دیگه است نویسنده این دوتا یکی هستن اومد این اینی هم که خیلی از دوستان میگن آقا چرا من دو تا مقاله مثلا از یه بیشترم هستم خوندم ولی حرفشون در نهایت یکی این چطوریه بله خیلی از افراد موقعی که زمان میزنن و یک ماشین طراحی میکنن یا در مورد کاری انجام میدن سعی میکنن توش مقاله بیشتر در بیارن هر قسمتشو میکنن یه مقاله هر جزء کوچیکی که شما فکر کنید بیامیت باشه رو ازش یه مقاله در میارن شما میتونید از این حرکت استفاده کنید به هر حال کار چیزی نیست که من این نشده که میتونید بیشتر راجع به جزئیات در اون قسمت صحبت کنید پس مقاله اول بهتر یه مقاله کلی باشه مقالات بعدی هی به جزئیات خاصتر اون مقاله اول اشاره کنید مثلا اینو اگه نگاه کنید یک تیبل داریم اینجا اینجاست که اومده یک سری داده ها رو به ما داده یعنی چی؟ یعنی این نویسنده بزرگار اومده اون تحلیل هایی که من خدمتون ارز کردم اون مراحل رو انجام داده یعنی اومده مرحله یک رفته دو رفته و اومده مرحله سه هم انجام داده قطر داخلی و فلان و اینا رو در ورده گذاشته اینجا برای شما حالا اینجا خودش گفته SVPM حالا میگم اینه چی پیش پیشنهاد شده کنونشنل یا SVPM متداول گفته آقا نیا کنید اینا بعد معمولا توی مقام مقایسه خیلی از مقالات تو مقام مقایسه هست دیگه میگه آقا من نگاه کنید این موتور قبلا بوده من این کارا رو کردم روش داریم مقایسه میکنیم دیگه پس وقتی مقایسه میکنن سعی میکنن که عددهای طراحی یک سام باشه تقریبا که بتونیم مقایسهش کنیم دیگه مثلا بگیم نیا کنید این موتور با این ابعاد رو داشته باشین من همین موتور رو آوردم فلان جاشو دست دادم ولی نگاه داخل نمودار کنید گشتاورش فلان شده فکر کنم متوجه شدین دیگه پس اگرم اینجا رو نگاه کنید خیلی ریز عددا با هم متفاوته میگم مثلا اینجا 260 که اینجا 270 اینجا هم دیگه مجبور بوده تغییر بده و سعی میکنن که زیاد تغییر نشد بعد حالا مثلا اومده چیکار کرده این استیتور او دی آی دی چی هستن این اوت دایمیتر هست که قط خارجی قط داخلی و روتور یه قط خارجی این قط داخلی داریم این دی سی اس و دی سی آر چی هن؟ اینا رو خودش تو مک توضیح داد حالا اینجا توی تصویر گفته نگاه کنید دی سی اس این بالای استاتور این پایینی روتوره این دی سی اس که اینجا گفته فلان میلی متر 13 میلی متر 13, 13 اینجاست این دی که گفته اینجاست اینا هم که زاویان کاری نداریم این تی اس رو مثلا به میلیمتر گفته اینجاست تی رو اینجا گفته حالا اینجا به شکل میلیمتر گفته اتمام فاصله این دوتا حالا دیگه اینکه نا به صورت کمان باید مشخص کنن که چطوری به این نتیجه رسیده نمیدونم حالا کاری باشن داریم فعلا دی پی ام و WPM هم که اینجاست نکنید دی پی ام. این عرض این مگنت هست دبلیو طول مگنت هست. مثال دی بی جی و دی بی تو داریم که اینجا ها هست یا کنید یه خورده من زوم کنم میبینید فاصله این دوتا اینا فاصله هوایی بهشون میگه بریر فاصله این دوتا گذاشته دی بی جی تو دی بی جی هم این فاصله هوایی اینجاست که با موسم شد پس نگاه کنید اینا رو بهمون داده دی دی بی دبلیو بی ما هم موقعی که میخوایم شبیه سازی کنیم میاییم همینا رو پیاده سازی میکنیم برای این شبیه سازی میکنی. اما نکته ای که میخوام بهتون بگم اینه آقا یه سوال اگر من این مقاله رو شبیه سازی کنم حالا همین مقاله که اصلا راجع بشم صحبت نکردیم که اومده دوتا موتور رو مقایسه کرده و میخواد بگه من موتوری که پیشنهاد دادم بهتره اینجا هم تفاوتاشون تو این دوتا تاثیر مشهوده اومده اینجا دوتا فلاکس بریر گذاشته دوتا ارگب گذاشته زیر هر قطب یه خورده روتور ما گنده تر شده به سمت پایین اینجا مشخص کرده اگر من بیام اینو مقاله رو شبیک سازی کنم آی ستی اگر من عددام فرق کنه توی طراحی مسئله از خیر چرا مسئله ای نیست به خاطر اینکه این یک مقالهش چیز دیگه مقایسه ایه یعنی چی یعنی که شما بیای اینجا مثلا این عددهایی که بین اینا هست مثلا شما بیای این کنونشنال اس وی پی دبلیو رو کنی هیچ کدوم از این عددا نباشه اینا که وحی منزل نیستن که... هر عددی که شما دوست داشتین شبیه سازی کن قطر رو بیشتر بگی یکونیم برابر دونیم برابر بعد خروجی ازش میگیرید خروجی ها رو که گرفتید گشتاور و اینا مشخصه دیگه بعد حالا بیایید همونی که خودتون شبیه سازی کردید کنونشنل یا اون موتور ورنیر مگنت دائمی که متداول هست و با یه سری عددهای خاص خودتون شبیه ساز کردید حالا بیایید این صحبت هایی که این بزرگوار تو مقالهش کرده رو بندازید روی این موتور و حالا خروجی بگیرید اون وقت ما, ما مقایسه میکنیم دیگه ببینم این مقاله اصلا راست گفته یا نه پس نکته رو گرفتید موقعی که مقاله مقایسه ای هست شما میتونید با های خاص خودتون بید مقایسه رو انجام بدید ولی حواستون باشه در مقام مقایسه همون موتور رو بعد بیاید روش ادیت اعمال کنید نه بیاید یه موتور دیگه با عددهای جدید به خاطر همینم شما مختارید که این عددا رو رایت نکنید و البته خوب میشه دیگه اگر دوست دارید خیلی کارتون دقیق باشه همینا رو رایت کنید یا حداقل نزدیک اینا باشه ولی میخوام بگم که این قضیه اگه رایت هم نکنی چون داری کار تحقیقاتی میکنی روی این مقاله مسئله این نیست مهم حرفیه که نویسنده زده مهم اینجا حرف این فلاکس بریر هاست این کوچولوها که ببینیم ما واقعا چقدر تاثیر میذاره رو عمل کرده ما اینا رو ما باید بفهم پس انشالله تو این فصل قرار به این مقاله بپردازیم به شکل مفصل و با هم جلو بریم و یک نگاهی داشته باشیم به مقال اول و توش عمیق بشیم و تا جایی که میتونیم در موردش صحبت کنیم دیگه هدفمون اینه که شما هم بعدا خواستید همین کار رو انجام بدید بدونید که چه مسیری باید به خود مقالم که Alternating Flux Barrier Design of Vernier Free Magnet Machine Having High Torque Density اینو ببندم بریم اول این مقاله تقریبا ما در شکلش پرم، رو ببینیم ورنیر of مگنت Permanent Magnet Machines Utilizing Alternating Rotor Leakage Flux Blocking Design چی میگه؟ اومده یک خانواده از ماشین های دائم ورنیر رو داره تعریف میکنه که داخل اینا ما میخوایم بیایم یک کاری کنیم یا یک المان رو اضافه, بدی... اضافه کنیم که شار نشتی و این لیکج فلاکس ها رو بلاک کنه یعنی اجازه نده شار نشتی داشته باشیم کجا روی روتو تصویرش هم نشونتون دادم دیگه ولی داره میگه فامیلی یعنی قرار یک سری کار به اومده یعنی با یه موتور طرف نیستیم با چند سری موتور طرف چرا این مقاله رو من انتخاب کردم به دو دنیم یک اینکه این مقاله رو اگر دوستانی که دارن این ویدیو رو میبینن خودشون کار کنن که حتما هم باید این کار رو انجام بدن میتونن از سوش دو تا سه تا چهار تا پنج تا مقاله دیگه در که بهتون میگم یعنی قشنگ شیرین با این مقاله پشت سرش رو بگیرید از سوش مقاله میتونید بدید این یه دلیل بعد بج... حرف حرف جدید ورنیر هم ماشین های که مقاله هم برای سال 2017 است و مقاله قدیمی نیست وردینر هم که الان ترنده تقریبا و میتونی روش کار کنید مورد بعدی هم نویسنده این مقاله است که آقای توماس لیپو است از دانشگاه مطرح ویسکانسن که خیلی دانشگاه مطرح دیگه خدای لیپو هم که اصلا نگم براتون که تقریبا کسی که توی بوزه بر تو زمینه مقالات رو کار میکنن حتما ایشون میشناسن حالا من یه سرچ بزنم این بزرگواره که متاسفانه امسال هم فوت کرد از سن 82 سالگی فکر کنم اگه اشتباه نکنم می فوت کرده که میشه اردی بهش ما اگه اشتباه نکنم خب نیا کنید اگه اسمشو گوگل کنید سایت گوگل براتون میاد در واقع بخش اسکالر گوگل که مقالات رو اینجا میدونید نیا کنید چقدر سایتیشن داره 54 تقریبا 55 هزار و خیلی عدد خوبیه دیگه اینجا هم لیست مقالاتشون رو میبینید که کلی مقاله داده به ترتیب سال هم بذاریم خدا بیا سال 2020 هم 4 تا مقاله داده بود دقیقا این alternating flux barrier gap in spoke type machine همین مقاله ای که ما میخوایم کار کنیم در مورد spoke type که میبینید که اینجا این مقاله هم هست و و تا الان هم یکی بهش ارجا شد خب میبینید که شخص بزرگیه خودش هم که م... این مموری ها که من دیدم قبل از اینکه خدمتتون برسیم اینجا هم که تریپلی بهش چیز داده لینک داده اینجا هم که خود س... ویسکانسن هست اینجاست که خیلی آدم با سوادی بود دیگه خدا رحمتش کنه و واقعا جای این بزرگواران حالی سال 2020 فوت کرد هشته می و اینجا هم که میبینید که بهش لینک داده شده که حالا سری چیز نوشته در توضیحات در یاد بودشه بیشتر خب اینم در مورد آقای توماس لیپو که ما قرار این فصل رو از مطالعه ایشون استفاده کنیم و حداقل کاری که میتونستیم میتونم بنده انجام بدم که یک خاطره ازش بگم براتون و اینکه یادش رو گرامی بداریم به حال اینجور افراد واقعا کمن که باعث میشن دانش رو در حد خودشون واقعا ببرن جلو و اگه مقالاتشون هم بخونید خیلی کارهای خوبی انجام داد بس مقاله مقاله معتبری این مقالات نیست همینطوری پیدا کرده باشیم و اینکه کاری که شما باید انجام بدید لط کنید پارت بعدی نرید پارت بعدی و این مقالاتی که در این پارت بنده قرار میدم خدمتون توی پوشا حتما برید بخونید برید بخونید یعنی اگرم میدونم که متاسفانه خیلی از بچه ها زبانشون شاید خیلی قوی نباشه ولی بشینید بخونید ترجمه کنید جایی که بلد نیستید ببینم چی گفت و بعد برگردید که بعدش هم بنده در پارت بعدی بریم ما هم مقاله رو بخونیم و بریم جلو رو به این شبی سازیم خب شما رو به خدا میسپارم و در پارت بعدی حتما در خدمتتون خواهم بود خدایا رو نگهدارتون باشه